پرورش قارچ توی خونه یکی از روش‌های جذاب و سودآور برای کسب درآمد و تأمین منبع غذایی سالم و مغذیه. زمان مناسب برای کاشت قارچ توی خونه بین ماه مهر تا آذره، اما اگه امکانات تهویه هوا و متعادل کردن درجه حرارت محیط وجود داشته باشه، میتونیم قارچ رو توی ماهای دیگه سال هم پرورش بدیم. شما باید یک کمد یا اتاق کوچیک رو برای پرورش قارچ در نظر بگیرین. فقط دقت داشته باشین که اتاق پرورش قارچ توی خونه باید عایق بندی باشه و فاقد درز باشه. قارچ‌ها برای رشد نیاز به محیط تاریک دارن، پس از تابش نور مستقیم خورشید دوری کنین. برای کاشت و پرورش قارچ توی خونه اول از همه باید نوع قارچی که می‌خواین پرورش بدین و انتخاب کنین که توی این ویدیو ما به بررسی کاشت و پرورش قارچ دکمه‌ای می‌پردازیم. اولی مرحله برای پرورش قارچ توی خونه تنظیم بستر یا محیط رشد اونه که برای بسیاری از قارچ‌ها محیط‌های کشتی مثل کمپوست، کاه، کنسانتری کود یا خاکبرگ مناسبن. اگه اولین باره که قارچ پرورش میدین، بهتره یک کیت آماده خریداری کنین. کیتای قارچ پرورشی رو از مغازه‌های باغبانی میتونین تهیه کنین که معمولاً شامل بذر قارچ و محیط کشت مناسب هستن. قارچ‌ها نسبت به تغییرات دما بسیار حساسن و نمیتونن تغییرات دمایی زیادی رو تحمل کنن. محدوده دمایی ایدئال برای رشد قارچ دکمه‌ای توی خونه بین 18 تا 24 درجه سانتیگراده. با این حال توجه به این نکته مهمه که قارچای دکمه‌ای توی مراحل مختلف چرخه رشد خودشون به شرایط دمایی متفاوتی نیاز دارن. دقت کنین برای رشد قارچ محیط باید دائما مرطوب باشه، بنابراین یک یا دو بار توی روز روی اون آب اسپری کنین یا یه حوله مرطوب رو روی اون قرار بدین. به طور متوسط بهترین درجه رطوبت برای کشت قارچ بین 70 الی 80 درصده. قارچای دکمه‌ای معمولاً بعد از 3 الی 4 هفته به طور کامل رشد می‌کنن. اما برای اینکه از رشد کامل قارچ‌ها مطمئن باشین، به کلاهک اونا توجه کنین. اگه کلاهک‌ها کاملاً باز شده باشن و از ساقه جدا شده باشن، زمان برداشت اونا فرا رسیده. برای برداشت قارچ‌ها بهتره از یه چاقوی تیز برای برش ساقه استفاده کنین و به این نکته توجه داشته باشین که لازم نیست قارچ‌ها رو از خاک بیرون بکشین، چون رشد اونا ممکنه توی این فرایند آسیب ببینه. سعی کنین توی طول تمامی مراحل از کاشت تا برداشت شرایط رو استریل نگه دارین تا قارچ‌ها از ورود کپک به بستر در امان باشن. اگه قصد پرورش قارچ رو دارین، با رعایت این نکات و همچنین صبر و پشتکار میتونین به تولید قارچ با کیفیت دست پیدا کنین.